یک هست، ولی شما درباره اون مأموریت یا اون گرایشی که جوانان مثل سلامی، مثل شما که به منوچهری در ارتباط با طرفداری از آلمان داشتن، اونا سازماندهی رفته بودین تبریز، در پخشون اعلامیه سلامی فعالیت کرد، انجام داد. الان شما وقتی برگشتید به دانشکده افسری، عید سال 1300، نوروز سال 2021 هست، آیا این سازماندهی طرفداری از جریان آلمان که منوچهری سازماندهی میکرد، با توجه به اینکه همین دوران مدتی بعد از این، چند ماهی بعد از این جریان، افرادی مثل منوچهری، ارتش بود آریانای بعدی، یعنی سرهنگ منوچهری و زاهدی و گروهی از افسران طرفدار آلمان دستگیر و زندانی میشن، آیا این جریانات زمینه جوانانی که مثل شما بودن چه تأثیری داشت؟ آیا شما از این مسئله آگاه شدید؟ در شما تأثیر گذاشت؟ حوادث تاریخی این دوران طرفداران افسران دانشجویان جوان و افسران جوان که شما در ارتباط با اونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بودید، خاطراتتون رو خواستم ببینم چه بوده، چه چیزی نگفته یا مسائلی که میتونه از تاریخ اون دوران در درون ارتش در دانشگاه افسری تصویری از طرف شما داده بشه. عشان شما الان سوالی که از من میکنید خیلی در سطح بالاست. من میتونم اون موقع که دانشجو بودم در اون سطح دانشجویی و سطح اطلاعات سیاسی که داشتم و اینها، در این مأموریت من یک کمی شوکه شدم در حقیقت از این کار سلامی. گرچه به شما بگم برادر من با اینکه ماجراجا بود همکاری کرد با سلامی، چون سلامی خواست از دید من، از من چیزی نمیاد، چون سلامی که از من، یعنی اون توقعی که از من داشت، انتظار داشت من چیزی میکنم، برادرم خواست، برادرم هم افرادی داشت هم فکر سلامی، اونا را معرفی کرد به سلامی. من نمیگم سلامی تنها کرد، و ممکنه با اونا کار انجام داده با سلامی، ولی من بعضی که اومدیم تهران انتقال کردم از سلامی. آخه این کار که به چه درد میخوره؟ سلامی تعبیر میکرد که من ترسیدم، من ترسو هستم، این کارا را میکنم، در حالی که مال من ترس نبود مسئله، من نمیترسیدم، حقیقتا نمیترسیدم. من فکر پدرم و این خانواده، چون میگفتم خب اگه اومدیم من دستگیر کردن، پدرم به من نمیگه آقا تو اجازه، یا مثلا اینجا محیط تو نمیدونی این کار کردی، چون پدرم هم احتیاط کرده بود وقتی شوروی ها آمده بودن، چون احساساتش زیاد چیز نبود پدرم نسبت به شوروی ها اون موقع. گفتم همینجور با این که اون سابقه را داشت. بله. چقدر دانشجده این افسرها را گرفتن، این فاشیست ها را به قول شما زاهدی و منوچهری این را گرفتن، این با زمانی تقارن حاصل میکنه که تیمسار شهاب میاد. اون وقت ما افرادی مثل ما دانشجویان جذب تیمسار شهاب میشه. این فعالیت تیمسار شهاب و دست به کار شدن و بدون تدارک قبلی آماده شدن و شروع به اصلاحات بنیادی کردن ما را جذب کرد. من به شما بازم میگم واقعا این تیمسار شهاب معجزه‌ای بود در ارتش ایران و ما جذب تیمسار شهاب شدیم. فعالیت های تیمسار شهاب نتیجه سا ول کردیم، ولی حقیقتش اینه که من جوان، اینجوری جوان بودم که من الانم نمیدونم نوبخ بود اون سازمان، فاشیستی بود، چی بود، من الانم نمیدونم و این متاسفم که نمیتونم. ببینید من اعتراف میکنم که من، ولی حدس میزنم که جز این سازمانی نبود در ارتش ناسیونالیستا، البته روز به هم بود، این دانش هم بود، وکیلی هم بود، عباسی هم بود، بله، رکنی هم بود، جعفر رکنی، چی؟ جعفر رکنی از دانشجو ها اسمش همچین نمیدونم. بله بله. و بعد هم که
ما با هم توده شدیم این افراد، ما مخفی میکردیم همه از هم گرایش سابقتونو. گرایش سابقونو آرمو میامد. یک توده‌ای نمیتونست بگه که من تصورات فاشیستی دارم. داشتم ولی بگم که من آرم نمیامد، واقعیتی بود. شما توجه کنید این چقدر این گرایش ننگاور بود. این کیانوری که جز و اصلا جوانان فاشیستی بوده در آلمان، الان هم خاطرات می نویسه مردی میگه من اون موقع گرایش شوروی داشتم. نه، طرفدار ارانی بودم میگه. گرایش شوروی شوروی هم داشت. اینم میگه بله، هر دوری میگه. من تزی دکترام نوشته اولین بار گفته اعلیحضرت کبیر. بله، نقدی که در آدینه درباره خاطرات او نوشتم حتما جناب عالی خوندید دیگه. اون سند رو من در اونجا آوردم که حالا لزومی نداره شما بگید ارزا من دکترم. در جوانی اینطور فکر میکردم. اکثر جامعه ایران طرفدار آلمان شهرنشینه آلمانوفیل بودن. و من میگم حق داشتن. اما شعور سیاسی نداشتیم در دوره رضا. یعنی کسی فکر نمیکرد آزاد نبود. تو تا رو یه روزنامه بود اطلاعات. پدر منم آبونا بود. اطلاعات چی میتونست به من یاد بده؟ من فقط جدولای اطلاعات حل میکردم. کلمات متقاطع. و خوشم میامد کمشم درست در میاد. اسمش مینید فریدون آذرنور، خسرو آذرنور از تبریز درست حل کردم. دل خوشی بود. خب برمیگردیم باز به فضای دانشکده افسری. چون مسئله ارتش همون تو خودتون به درستی واقف هستید، از درون همین ارتش دوران رضا شاه به خصوص افسران جوان در واقع و بعد از شهریور، بزرگترین سازمان نظامی در درون سازمان نظامی چپ به وجود میاد که این سازمان نظامی چپ در واقع تا اونجایی که من فکر میکنم در درون احزاب چپ جهانی یک چنین سازمان مارکسیست لنینیستی یا چپ در ارتباط به یک سازمان، تا اینکه بعدا افغانستان اونم الگوی حزب توده استفاده کرد به وجود آورد، کشورهای دیگه نتونستی همچین سازمان مستقل حدود بیش از نزدیک 500 افسر یا سازمان نظامی رو سازمان بده تا به امروز در واقع به عنوان شاید افسانه‌ای در تاریخ معاصر ایران هست. برای اینکه این سازمان را ما از نظر تاریخی هنوزم کار جدی لازم هست روش بشه، تک تکیه من رو ارتش و ساختار روانشناسی جوانان اگر قدری متول میکنه خاطرات شما رو، تکیه من رو این مسائل هست که میخوام بیشتر برای محققین آینده شناخت بیشتر فضا انجام بشه. بعد این پایه سوال من این هستش، شما وقتی سال 1321 فارغ التحصیل شدین، این افسران جوان که از صفوان دوم شدید، در این فاصله کسانی دیگه هم بودن که همین گرایشات ناسیونالیستی داشتن، تشکل‌های کوچیک میدادن. مثلا در خاطرات مرتضی زربخت هم گفته میشه که مثلا با حسن نظری چند نفر دیگه گاهی میرفتن میشستند. حتی مرتضی زربخت برای اینکه در خاطراتش میگه برای اینکه نجات بده ایران رو با چند تا دانشجوی دیگه با پای پیاده میرن تا طرف کرمانشاه برن تو ارتش آلمان، با ارتش آلمان بجنگن بیان ایران رو آزاد کنن. یعنی این رویا به طور پراکنده گفته میشه. من خواستم خاطرات خودتون تا زمان افسری و بعد که افسر شدید و سردوشی افسری گرفتید، کشور در حال اشغال هست، اون چیزی که برای تاریخ ایران فکر میکنید در خاطراتون هست، حالا حتی ممکنه به نظر شما زیاد برجسته یا مهم نیاد، ولی برای شکافتن این مسئله برای ما مهمه. خواستم خواهش کنم بفرمایید. شما فصل جدیدی را الان باز میکنید، خیلی فصل مفصلی است و این تاریخ فعالیت افسران در 10-12 سال ایران. من از شما خواهش میکنم اگر ممکنه مسئله سازمان افسری رو از نظر نظم زمانی، بله، چون سازمان افسری، اصلا سازمان افسری، صحبت سازمان افسری گفتن که تا حال مد هم شده، میگوین و مینویسن.